سلام دوستان، رکو هستم و با یه برنامه دیگه از باید بدانیم در خدمتتون هستم. در این برنامه از باید بدانیم به دلیل استقبال شما با مجموعه عکس‌های جالب شماره 3 در خدمتتون هستیم. لطفاً قبل از هر چیز از این قسمت در زیر همین ویدیو عضو کانال ما شوید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما زنگوله رو بزنید. این برنامه رو با تصویری جالب از دختران دهه 30 از جلد مجله اطلاعات بانوان در تاریخ 21 تیر ماه سال 1338 شروع می‌کنیم. در این عکس خانم گوگوش رو می‌بینید در کنار پدر و مادرش صابر آتشین و نسرین در سال 1334. عکسی زیبا از بانو سیما بینا به همراه مادرش در سال 1330. سیما بینا زاده 14 دی 1323 در بیرجند، نوازنده، نقاش، آهنگساز و خواننده آوازها و ترانه‌های محلی ایرانی است. مرجان و عارف عزیز در نمایی به یاد ماندنی و خاطره انگیز از فیلم زیبای قربون هرچی خوشگله در سال 1352. عکسی زیبا از زنده یاد عزت الله انتظامی و خانم نیکی کریمی در واپسین روزهای زندگی استاد عزت الله انتظامی. عکس منحصر به فرد از فرح دیبا همسر محمد رضا شاه پهلوی در حصارک شمیران زمستان 1338 تهران. از سمت راست اساتید آقایان زنده نام جمشید مشایخی، محمد علی کشاورز، علی نصیریان، پرویز کاردان، اسماعیل شنگله. سال 1341 نمایش پایان آهنگ به کارگردانی عباس مغفوریان. عکسی از روز عروسی جمشید مشایخی با گیتی افروز رعوفی همسرش در سال 1336. حاصل ازدواج آنها 3 فرزند به نامهای نادر، نغمه و سام است. عکس عروسی زنده نام ناصر حجازی و همسرش بهناز شفیعی در سال 52. ثمره این زندگی یک پسر به نام آتیلا متولد 1355 و یک دختر به نام آتوسا متولد 1359 می باشد. عکسی زیرخاکی از عزت الله انتظامی در کنار علی نصیریان و جمشید مشایخی تقریبا 55 سال پیش. عکسی جالب از ازدواج علی حاتمی با زری خوشکام در سال 1350. ثمره این ازدواج لیلا حاتمی، هنرپیشه شناخته شده کشورمان است. قابل توجه کله پاچه خورها، کله پزی و کاسه های چینی گل سرخی در دهه 50 خورشیدی. عکس قدیمی مهراوه شریفی نیا در کنار مادرش آزیتا حاجیان. مهراوه شریفی نیا در 29 فروردین ماه سال 1360 در تهران متولد شده است. تصویر کمتر دیده شده از کودکی لیلا حاتمی و لیلی رشیدی در سال 1357. شهاب حسینی رو میبینید در کنار ستاره اسکندری و مهدی سلطانی. این عکس تقریبا برای 20 سال پیش است. عکسی جالب و کمتر دیده شده از سهراب سپهری در نوجوانی در حال نقاشی. سیامک انصاری شر و شیطون رو میبینید در 42 سال پیش. سیامک انصاری هنرپیشه دوست داشتنی کشورمان متولد 1347 در تهران می باشد. عکسی زیبا از عارف، رامش، ویگن و گوگوش در دهه 50 خورشیدی. زنده نام فردین و عارف به همراه همسرانشان در 20 سالگرد ازدواج سلطان قلب‌ها محمد علی فردین با خانم مهری خمارلو در سال 1348.
این جشن بزرگ با حضور اقوام و بسیاری از بزرگان سینما در آن روزگاران برگزار شد. و در ادامه عکس زیبای دیگری از این مراسم رو با هم می‌بینیم. پشت صحنه فیلم ماه عسل در سال 1355. عکسی جالب از مولود ملا قاسم معروف به ثریا قاسمی متولد 28 آذر 1319 در تهران. ثریا قاسمی در سال 1349 وقتی 30 ساله بود با رحیم برفراز ازدواج کرد. ثمره این زندگی یک دختر به نام بنفشه و دو پسر به نام های بابک و بهروز می باشد. گوگوش بهروز وثوقی و پوری بنایی، تهران، سال 1347. عکس بسیار جالب از بهروز وثوقی و شهره آقداشلو در سال 1355. مراسم ازدواج معین و همسرش پانتا در سال 1378. حاصل این ازدواج یک دختر به نام ستاره است. گوگوش در کنار تنها برادر تنیش فری، وی در سن 24 سالگی بر اثر روماتیسم قلبی درگذشت. عکسی در نوع خود جالب از فینالیست های دختر شایسته ایران در سال 52 که در مجله زن روز به چاپ رسیده بوده است. در ادامه هم عکس جالبی از خانم شهلا و حابزاده، دختر شایسته سال 1346 ایران رو میبینیم. ستار عزیز در 18 سالگی در حال اجرای برنامه بر روی سن. تبلیغ پیکان اتوماتیک. شروع رسمی تولید پیکان در سال 1346 صورت گرفت و تا سالها یکی از پراستفاده ترین اتومبیل های ایران بود. عکسی از عروسی محمد رضا شاه پهلوی و فوزیه. این ازدواج در 25 اسفند 1317 در قاهره انجام شد. فوزیه فؤاد شاهدخت مصر، خواهر ملک فاروق پادشاه مصر و نخستین همسر محمد رضا شاه پهلوی بود. عکسی جالب از کوروش یغمایی و ایستاده ها حاله نظری و بهارک و نشسته نگار، کوروش یغمایی و پونه. عکسی جالب از زنده یاد نعمت الله آقاسی رو میبینید. نمایی از بهروز وثوقی و آنتونی کوین رو میبینید در پشت صحنه فیلم کاروان ها در سال 1978. زنده نام منوچهر نوذری و گوگوش در برنامه صبح جمعه با شما. این هم عکسی از داریوش اقبالی قبل از داستان اسید پاشی و گذاشتن ریش. نمایش باغ وحش شیشه‌ای که در سال 1341 اجرا شد. کارگردان نمایش حمید سمندریان با بازی شهلا ریاهی، پری صابری، پرویز فنیزاده و عباس یوسفیان. سفر نورمن ویزدام به ایران در دهه 50. در کنار زنده یاد آقاسی، گوگوش و زنده یاد ارحام صدر. زنده یادان فروزان و ایرج قادری در نمایی از فیلم پشت و خنجر سال 1356 به کارگردانی ایرج قادری. حالا با هم چند تا تبلیغ قدیمی از برندهای مشهور رو می‌بینیم.
خب دوستان عزیز، امیدوارم که از این مجموعه هم لذت برده باشید. لطفاً نظر خودتون رو در مورد این عکس ها به صورت کامنت با دیگر همراهان ما به اشتراک بگذارید.